خب دوستان، بریم سراغ سوال اول آزمون که گفته بود کدوم گزینه زیر درسته. یه سوال از فصل مجموعه ها درس یک سال دهمتون. دوستان گفته اگر آ زیر مجموعه بی باشه و مجموعه بی نامتناهی باشه، مجموعه آ حتما نامتناهیه. نه خیر، کی گفته آقا؟ من یه مجموعه بی واسه خودم مثال میزنم. مثلا آقا مجموعه اعداد فرد 1, 3, 5 و همینجوری بره جلو. مجموعه یه مجموعه زیر مجموعه واسش تعریف میکنم. آقا یه زیر مجموعه آ واسش تعریف میکنم، مثلا 1, 3 تموم شد. آقا الان این زیر مجموعه دو تا عضو بیشتر نداره، خودتون دارید میبینید متناهی هم هست. یعنی چی؟ یعنی تعداد عضواش میتونیم بشماریم، پس قطعا حتما نمیتونه نامتناهی باشه، میتونه متناهی هم باشه. گزینه دو، اگر آ زیر مجموعه بی باشه و مجموعه آ نامتناهی باشه، مجموعه بی میتونه متناهی یا نامتناهی باشه. نخیر. دوستان ببینید، وقتی که ما یه مجموعه ای داریم یه دونه از زیر مجموعه هاش نامتناهیه، قطعا خود اون مجموعه هم باید نامتناهی باشه. نمیشه مثلا ما یه مجموعه تعریف کنیم که تعداد عضواش بشه بشماری، بعد یه زیر مجموعه ای از تو دلش در بیاریم که خیلی زیاد باشه عضواش و نشه بشماری. چنین چیزی غلطه، حتما باید نامتناهی باشه. پس این کلمش غلطه. مجموعه شمارنده های طبیعی عدد 20 نامتناهی است. دوستان شمارنده یعنی مقسوم علیه. آقا شمارنده های عدد 20 رو بیاید با هم دیگه بریم. آقا 1, 2, 4, 5, 10 و 20. دوستان مقسوم علیه های 20 همینا، خودتون دارید میبینید میشه شمرد. متناهیه، کی گفته نامتناهیه؟ نخیر. اگر آ مجموعه اعداد صحیح و بی مجموعه اعداد حسابی باشه، آقا صحیحا کیان؟ همون زد خودمونه. صحیح یعنی عددی که خورده نداره، آقا صحیح. و مجموعه اعداد حسابی دوستان W همونی بود که 0, 1, 2 و الاخر. آنگاه بی ام ان های آ کدام است؟ دوستان از تو دل اعداد حسابی که همون 0, 1 همون اعداد مثبت صحیح و صفره، هر چی عدد صحیح هست رو در بیارید بریزید دور. خب چی میمونه؟ هیچ، یه دونه مجموعه توهی میمونه. توهی، فقط همین میمونه. دوستان اینی که دارید میبینید متناهیه و یه عضو هم بیشتر نداره. پس گزینه 4 جواب دوستان.